بنام خدا و برز سلام بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. والیان و فرماندهان پلیس در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به طرفی خود را حفظ کنند. کمیسیون مستقل انتخابات از والیان و فرماندهان پلیس می خواهد تا فرمان رئیس جمهور کرزی درباره انتخابات را مراعت کرده و به سود نامزد مشخص از امکانات دولتی استفاده نکنند. در این حال نادای جامعه مدنی از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی میخواهند خواهند تصمیمهایشان را پشت درهای بسته نگیرند. گروهی از سناتوران امریکایی که به کابل آمدند می گویند واشنگتن تا دو هفته دیگر موضعش را درباره افغانستان به ویژه موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن اعلام میکند. این سناتوران هشدار دادند در صورتی که توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن امضا نشود افغانستان به سرنوشت عراق دچار خواهد شد و امریکا نیروهایش را از این کشور بیرون خواهد کرد رئیس جمهور کرزی نیز در دیدار با برخی از این سناتوران در کابل بار دیگر بر آغاز عملی روند صلح و توقف عمله ها و تلاشی خانه های شهروندان افغانستان تاکید کرده است گفته های جنرال دوستم و اشرفغنی احمد زی با خشم نمایندگان دکتر عبدالله عبدالله روبرو شده است. روز چهارشنبه جنرال دوستم گفته بود که به خاطر جلوگیری از تجزیه افغانستان نخواست با دکتر عبدالله یکجا شود. اشرفغنی احمد زی نیز نامزدان ریاست جمهوری را به مناظره و یا هم بسکشی فراخوانده بود. در این حال محمد محقق معاون دوم دکتر عبدالله اتهام های تجزیه طلبی بر خود جنرال دوستم را وارد می‌کند. نهادهای کمک رسان در سال 2014 و سالهای پس از آن با کارهایشان در افغانستان ادامه خواهند داد. مسئولان مؤسسه اکبر در کابل میگویند با وجود تعدیدات و نگرانی ها از وضعیت افغانستان در سال جاری میلادی هیچ نهاد کمک کننده افغانستان را ترک نمی کند. این در حال است که در سال 2013 میلادی دست کم سی کارمند نهادهای کمک رسان در کشور کشته شدند. و خبر اخیر این که از اثر انفجار در منطقه زایی بیروت روز گذشته دست کم شش تن کشته و بیش از هفتاد تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی لبنان گفتند که مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده بود. منطقه زایی از مناطق زیر تسلط گروه حزب الله است. این بود فشرده ای تازه ترین خبرها تا این ساعت از امرائیتان سپاس خدا نگهدار.